سلام، هست اوکی؟ شکر. صدا اوکی؟ سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجای روز رو عالی درس خونده باشین و اینکه لطفا چت هم باز باشه. سلام به روی ماهتون، یه سلام بکنم ببینم کیا تو کلاس هستین. سلام سلام، مهدیه، مریم، خوش اومدین، علیرضا، محدثه، امیر محمد، امیر رضا، سلام به روی ماهتون. خوبین بچه ها؟ همه چی خوبه؟ فریا سلام، نغمه، اسرا، سارینا، یاسمن، امیرعلی، خوش اومدین، ابوالفضل، زهرا، به به. خب کلاس خوبیه پس امروز. امیدوارم که همه آنلاین شده باشین، چون که خیلی تاکید کردم حتما امروز آنلاین ببینین، حتی اگر که اولیاتون هستن با اولیا ببینین کارگاهو. صبح شما هم بخیر باشه، سلام به روی ماهتون. همه چی خوب پیش میره بچه ها؟ اوضاع درس خوبه؟ از صبح بهم بگین کیا چند ساعت درس خوندن؟ چند ساعت از صبح درس خوندین؟ بهم بگین تا بهم شروع کنیم، امروز خیلی روز مهمیه. سلام آیدا جان، سلام به روی ماهتون. رکسانا سلام. 3 ساعت، 2 ساعت خوبه؟ 5 ساعت، به به. آزمون داشتین؟ آزمون چطور بود؟ اونایی که آزمون داشتید امروز آزمونتون خوب بود؟ خیلی آزمونای مهمیه دیگه داریم کم کم میرسیم به زمانی که آزمون دادن برام خیلی مهم شد. خب بچه ها بریم شروع کنیم. باز حالا وسط کلاس با هم دیگه حرف میزنیم. امروز چند تا موضوعه. اولی موضوعی که میخوام با هم دیگه حرف بزنیم که هفته پیش بهتون قولشو دادم، روش جمع‌بندی املت قارچ بود که براتون اسمش عجیب بود که چرا این اسمو داره و چه شکلیه. چون هفته قبلی که من حالم خوب نبود و کلاس کنسل شد، اما کارگاه قبلی با همدیگه جمع‌بندی بخچه‌ای رو داشتیم و غیره. امروز بیشتر با همدیگه راجع به جمع‌بندی املت قارچ صحبت میکنیم. یک، آخره کارگاه انگیزشیه و اینکه سه، راجع به اتفاقای جدیدی که خانواده‌هاتون در جریانن و صدام بده من؟ نه عزیزم، مشکل صدا نداریم سینا. یه دور خودت برو خارج و وارد شو، شاید دوست شو. بعد اینکه راجبه اتفاقایی که خانواده‌ها در جریانش هستن، گوشی و فضای مجازی هم حتما حرف میزنم. بریم شروع کنیم. چقدر زود گذشت بچه ها، رسیدیم به کارگاه هفتم. خب اولا اینکه بهتون بگم، ما دوره چله نشینیمون، یعنی 40 روز جمع‌بندیمون، قرار بود از 20 اسفند شروع بشه تا 30 فروردین. نظرم به دلایلی عوض شد و قراره که دوره چله نشینیمون رو از 10 اسفند شروع کنیم. بذاریم براتون بنویسم. از 10 اسفند تا 20 فروردین. از 10 اسفند شروع میکنیم تا 20 فروردین. این دوره یه بچه ها چطو لطفا ببندین که حواسشون به کلاس باشه، بعد بچه ها چطو باز میکنم. این دوره یه چله نشینی کل درس ها رو یه دور با هم دیگه جمع بندی میکنیم. چرا پایانش 20 فروردینه؟ به این دلیل که طرح TNT تون از 20 فروردین شروع میشه، طرح نکته تست درس دادید. حالا کسایی که دوست دارن و حالا صحبت کنیم راجع به این که هر کی چه درسایی رو ثبت نام کنه نکنه و این داستانهایی که همیشه میپرسیم، به خاطر همین ما 20 فروردین یه دور جمع‌بندیمون رو تمام کنیم، دوباره از 20 فروردین یه جمع‌بندی TNT شروع کنیم تا حالا روز آزمون‌های اصلی شما. اینو گفتم که بدونین حدوداً 19 روز شما وقت دارین که برسیم به کارهای عقب افتاده و عقب افتادگی ها رو جمع کنی. چون بچه ها کسی که میخواد دوره چله نشینیشو خوب ببره جلو، باید تا 10 اسفند عقب افتادگی هاش رو جبران کنه. لطفاً اگر فیلم های آفلاین داری، حتما امروز تا شب بچه های مشاوره خودم که براتون برنامه‌ریزی میکنن توی واتساپ به من بچه اعلام کنید، نذارید بگذره بعد یه ماه بیاد به من بگید خانم عباسی متاسفانه دیشب چند مورد داشتم.
یه دفعه بیاین بگیم 20 جلسه آفلاین مونده، نمیدونم 10 جلسه آفلاین مونده، اصلا برای من قابل توجیه نیست. امشب حتما بفرستین، چون میدونین من پنج شنبه براتون برنامه می نویسم، اصولا جمعه ارسال می کنم. حتما بگین، چون ما فقط همین 19 روز رو داریم عقب موندگیمون رو جبران کنیم. چله نشینی که شروع بشه دیگه، بعد طبق برنامه چله نشینی برین جلو. اوکی، این از حالا اینو پاک میکنم. بعد جنبندی املت قارچ چیه قضیهش؟ میتونم بگم مهمترین روش جنبندی که ما داریم روش جنبندی املت قارچ، یعنی از بخچه که خیلی مهمتره. بریم ما هم پایین. خب حالا این یه سری مراحل داره. مرحله اولش چیه بچه من؟ مرحله اولش تخم مرغ آب پز اسمش. حالا چرا اسمش اینه؟ درست کردن تخم مرغ آب پز رو همه هم بلدیم دیگه، کاری نداره. آب بریزیم توی قابلمه، یه دونه تخم مرغ بندازیم توش، حتی یادت هم بره زیر گاز خاموش کنی، نهایت اینه که اون قابلمه میسوزه ولی تخم مرغ ترش آب پز سالم برای تو باقی میمونه. درسته؟ یعنی مثالم برای اینه که میخوام بهت بگم کار هم است، همه بلدن انجامش بدن. حالا یعنی چی؟ مرحله اول جنبندی املت قارچ میشه تست زدن تمرینی. بچه‌های من تست زدن تمرینی. خب یعنی چی؟ یعنی ما دونه دونه تست میزنیم. مثلا 10 تا تست میذاریم جلومون، یه دونه تست رو میزنیم میریم پاسخنامه رو نگاه کنیم، دوباره یه دونه دیگه تست میزنیم میریم پاسخنامه رو نگاه کنیم. بچه‌هایی که به من گفتین مثلا خانم عباسی من فیزیک ضعف دارم، به همتون گفتم دونه دونه تست بزن، اوکی، که پیشرفت کنی. به این روش میگیم تمرینی. حالا یعنی یه تست رو میری میزنی پاسخنامه رو نگاه میکنی، یه تست رو میری میزنی پاسخنامه رو نگاه میکنی. نکته بعدی که وجود داره فاصله بین مطالعه و تست زدن توی مرحله اول کمه. مثلا شما صبح، امروز صبح ساعت 9 ریاضی خوندی، 9 صبح تا 10 مثلا، من کنار برنامه‌ات گذاشتم 20 تا تست، رفتی 9 تا 10 خوندی، بعد اومدی 10 تا 10 و نیم 20 تا تست زدی. اوکی، به این میگیم فاصله کم، یعنی بلا فاصله بعد از درس خوندن رفتی تست زدی. و اینکه هر کسی میتونه انجامش بده، از اسمش مشخصه، این کار رو همه بچه ها انجام میدن. اما بچه ها اگه بمونین تو مرحله اول باختین، یعنی اصلا عملا هیچ کاری نکردین. گفتم اینو همه میتونن انجام بدن. بریم اسلاید بعدی. بریم جلو. خب مرحله دوم نیم رو. حالا این چی میگه؟ این یکم سخت داره دیگه، خب احتیاج به روغن داره و این داستان فرق داره با تخم مرغ. این میشه تست زدن آموزشی. بچه همه این مراحل میشه جنبندی املت قارچ. یعنی من مثلا تو برنامه چله نشینتون گذاشتم ریاضی انقدر تست، شما مرحله به مرحله بعد اینا رو انجام بدین. یعنی اول بعد بری بشینی بلافاصله بعد از اینکه ریاضی گذاشتم تو برنامه‌ت تست بزنی، بهش میگی مرحله اول میشه تست تمرینی، پس فردا برات مرور ریاضی گذاشتن میشه مرحله دوم، بعد حالا ادامه‌ش هم بهتون میگم. پس مرحله دوم میشه تست زدن آموزشی. حالا فرقش با قبلی چیه بچه؟ مدت زمان تست زدن معلومه، نمیگم زمان بگیرید، مدت زمان تست زدن معلومه. یعنی مثلا اسم کیو میبینم صدف 20 تا تست ریاضی زده، تو زمان نزده ولی یک ساعت وقتشو گرفته. اوکی، میدونه که چقدر وقتشو گرفته، نه اینکه بشینه مثلا بگه هر یه تست ریاضی یه دقیقه وقت داره، ولی میدونه تو چقدر زده. مثلا 3 تا تست زده 4 ساعت وقتشو گرفته صدف. خب و نکته بعدی تو این مرحله باید درصد بگیری. اوکی، حتما از این به بعد، از دوره چله نشینی که گفتم 10 اسفند شروع میشه، هر تستی توی خونه میزنی درصد بگیرین و تو گزارشگاراتون بنویسین. یعنی من دیگه تو دوره چله نشینی اگه میگم 30 تا تست ریاضی، باید درصدشم تو گزارشگاه ببینم. چرا؟ چون دیگه داریم نزدیک میشیم به آزمون هامون، برای ما مهمه تو خونه شما چند درصد میزنی. بعد که میره آزمون آزمایشی میدی، میای به هم یه خانم عباسی نتیجه این شد، میتونی با هم نتیجه گیری کنی که هستی تو خونه میزنه 40 درصد، میره سر آزمون میزنه 20 درصد، بیام ریشه یابی کنم علت چی بوده. اوکی، و اینکه این کار بچه ها نتیجه شما رو تا 40 درصد
افزایش میده. پس کسی که میرسه به مرحله دوم تازه میرسه به درصد 40. پس هنوزم کار تموم نشد. این تا مرحله دوم. چت لطفاً باز بشه اگر تا اینجا کسی سوالی داره بپرسه. بچه تا اینجا فهمیدیم؟ این روش رو بعد از 10 اسفند پیاده کنینا. هر سوالی هست هم یعنی ازم بپرسیم. همه متوجه شدن؟ آفرین یاسین، چه سوال خوبی کرد. یاسین دقیقاً مرحله به مرحله. یعنی مرحله اول سعی کنین سطح متوسط رو به آسون داشته باشه، مرحله دوم دیگه متوسط شده باشه، مرحله سوم سخت، سخت‌تر. هی هرچی میره جلو تستا رو ببرین سمت سخت. همه فهمیدین؟ خیلی خوش اومدی علی اکبر. آفرین علی، انشالله که موفق باشی. آفرین مهدی، آره دقیقا میشه مرحله دوم. بله بله، مگه اصلا مگه میشه شما تستی بزنین تحلیل نکنین؟ از این به بعد اصلا همچین چیزی نداریم، هر تستی میزنین تحلیل بشه. بله، از ده اسفند باید توی روش جنبندیتون از این در واقع روش برین جلو، برنامه جنبندی رو. خب سوالی نیست، بریم جلو. بریم جلو. خب آهان، چه جای خوبی رسیدیم. شما که اینقدر تست میزنین و آزمون براتون مهمه و این داستان ها، فرمول درصد گرفتن چیه؟ کی میدونه چیه فرمول درصد گرفتن؟ ما 20 تا تست دادیم، میخواییم درصد بگیریم. فرموله چیه؟ بگیم تو چت ببینم. کسی میدونه؟ خسته نباشی یاسین، تو سایت هست. یه دانش آموزی که میخواد آزمون بده و ازش یه درصد بگیره، یه تراز بگیره، بعد بگی تو سایت هست. یعنی بلد نیستی؟ هیچ کی بلد نیست؟ به به، چشمم روشن. الان فعلا جواب منو بدید، حالا ته اسفند رو ول کنید. خام سلطانی یه بار گفت به شما هم یاد نگرفتیم. خب بگو اگه بلدی. بلد نیستی. آچه تعداد درست در درسه؟ اینجاش هم بلد نیستی؟ نه علی اشتباه گفتی؟ آفرین دنیز گفت که پانیز اسمش، ولی اسم سایتش دنیز از شاگرده خودم. تعداد صحیح، تعداد درست در سه منهای تعداد غلط تقسیم بر تعداد کل سوالا. اینجا رو 3 نقطه گذاشتم ببینم کی بلده که بلد نبودید. تقسیم بر تعداد کل سوالا ضرب در 3 ضرب در 100. از این به بعد نخیر با اپلیکیشن گوشی بچه نرید، حتما خودتون درصد بگیرین. بعد الان به من بگید ببینم تستای نزده توی این فرمول چرا نیست؟ تستای نزدمون پس چی میشه؟ ما داریم درصد میگیریم، فقط تعداد درست و غلط توی صورت دیگه. پس تستای نزده کجای کاره؟ کی میدونه تستای نزده کجای کاره؟ نه یاسی، نه. تستای نزده کجای کاره؟ مثلا میگم 20 تا تست زدین، بیا مثال بزنیم. 20 تا تست زدین، 15 تاش درست بوده، 5 تاش غلط بود. خب الان میایم درصد میگیریم، با تعداد درست و غلط کار داریم و کل سوالات دیگه. نزده پس کو؟ آفرین فاطمه. فاطمه گفتش که تو مخرج هست. آفرین، کجای مخرجه؟ چون ما تو مخرج تعداد کل سوالات رو میذاریم و ضرب در 3 میکنیم. پس بچه ها این که بعضی وقتا میام میگم خام عباسی سوال بخونید، تو خونه 90 تا 100 درصد میذارم، چرا تو آزمون میرم 20 درصد میذارم؟ میدونی دلش چیه؟ من با یک بچه داشتم حرف میزدم، خیلی عجیب، برگشته به من میگه که من خب تو خونه 10 تا تست میزنم، 5 تاشو که نمیتونم بزنم، هیچی فدای سرم، از اون 5 تایی که میزنم 4 تاشو درست میزنم، یه دونش هم غلط میشه دیگه خانم عباسی، میشه 70 80 درصد. ای یعنی تو اون نزده ها تو اصلا حساب نمیکنی که نتونستی حل کنی؟ اونا هم جزء بشه دیگه. ببین الان تو درصدگیری تو مخرج ما داریمش. اوکی، پس از این به بعد دارین این کارو میکنین، تست میزنین، حتما حتما حواستون به این باشه که نزده ها برام مهمه. نرید بشینید بگید اونایی که نزدم فدای سرم، اونایی که زدم و بیام درصد بگیرم. اوکی، اونی که نمیتونی حل بکنیم مهمه. اینم از این. خب بریم جلو مرحله سوم که میشه اوملت. خب
خب مرحله سوم چیه بچه ها؟ تست دادن ترکیبی تک درس. یعنی چی؟ ترکیبی تک درس. مثلا برای فارسی ادبیات، خب شما میای چقدر قلم اینجا بد نیست. خب برای ادبیات هم میای آرایه میذاری برای خودت، هم میای معنی میذاری، هم میای قرائت میذاری و غیره. یعنی چند تا مبحث یه درس رو انتخاب میکنی و همزمان تست میزنی. مثلا برای ریاضی میای مجموعه رو انتخاب میکنی، معادله نامعادله رو انتخاب میکنی، مثلثات رو انتخاب میکنی، میشه سه تا فصل. از هر کدوم 10 تا تست انتخاب میکنی، پشت هم میچینی، بعد میشینی تست رو حل میکنی. چرا؟ چون مثلا شما به من میگین که من مثلثات تو خونه میشنم تست میزنم، عالی میزنم، ولی میرم آزمون میدم، آزمون آزمایشی میدم، مثلثات و معادله نامعادله و مجموعه رو قاطی میکنن، من نمیتونم خواهر مبحثی حل کنم. راه حلش اون موقع تو ذهنم نمیاد. چرا بچه ها؟ چون شما تست ترکیبی نزدی. اوکی، پس شد مرحله سوم که فکر میکنم از اینجا اهمیت کار تازه شروع میشه. یعنی فرق بین دانش آموزایی که نتیجه میگیرن و نمیگیرن تازه از این مرحله است. دو تا قبلی ها رو اصولا همه انجام میدن. خب بعد نوشتم تسلط به تک تک مباحث یک درس. شما ادبیاتت میخواد خوب بشه، باید آرایت خوب باشه، املات خوب باشه، معنی واژه‌ات خوب باشه، قرائتت خوب باشه. نمیتونی بگی من ادبیاتم میخوام قوی کنم فقط میشینم معنی لغت میخونم که. اوکی، پس از این بعد یاد بگیر تک تک مباحث رو روش تسلط داشته باشین. آها، اینجا از اینجا دیگه زمان برای ما خیلی مهم میشه. توی مرحله سوم بعد دیگه زمان استاندارد رو بچه‌های من رعایت کنیم. اوکی، میشه این قسمت رو بگیر. زمان برای ما اهمیت داره. دیگه زمان برای ما اهمیت پیدا میکنه. یعنی اینکه 20 تا تست رو دقیقاً توی 20 دقیقه بزنی. حدوداً برای هر تست 1 دقیقه تایم بذاری. اوکی؟ 20 تا تست در 20 دقیقه. و اینکه بچه این مرحله افزایش درصد شما رو تا 60% داره. یعنی شما تا 60% رشد پیدا میکنی. تازه اینجا رسیدیم به مرحله سوم. درصدمون حدوداً میشه 60. اوکی، 60-70. و اینکه آزمون های پوششی و جامعه تو این مرحله که میرسین باید آزمون های پوششی و جامعه بزنین. دیگه تو اسفند به بعد ما باید سعی کنیم آزمونی درسامون رو ببریم جلو. دیگه حدودا همه مباحث تموم شدن، اگر هم نشدن یک فصل از هر درستون مونده. دیگه آزمون های جمع‌بندی رو باید شروع بکنین، توی زمان بزنین. بچه‌ها خیلی فاکتور زمان الان مهمه. یعنی شما هر چقدر بگین خانم عباسی من دارم فول تایم درس میخونم تست میزنم، زمان نگیرین کارتون بیفایده است. اینم از این. خب سوال دارین از این قسمت ازم بپرسین. مرسی. آفرین زهرا، دقیقاً وقتی زمان اون تستی که گرفتی، مثلا شما میخوای 20 تا تست فیزیک بزنی 20 دقیقه، وقتی داری زمان میگیری 20 دقیقه تموم شد دیگه بذار کنار، دیگه تستو بذار کنار، اونایی که نرسیدی و جزو نزده هات حساب کن. از این به بعد بله هر چی میخونین بعد زمان بگیرین. بپرسین سوالاتونو. آیده چرا ادبیاتت خیلی بده؟ بچه درسایی که ضعیفین، از الانم بهتون بگم 19 روز زمان اینو دارم تاکید میکنم، باز دوباره رسیدیم در اسفند میان قر میزنید. شما 19 روز تایم دارید. توی این 19 روز هر درسی که ضعیفین، هر درسی، هر روز مطالعه کنید. آیدا ادبیاتش ضعیفه، هر روز نیم ساعت بجز برنامه‌ای که میگیری، بجز برنامه‌ای که میگیری برای خودت ادبیات بذار. یه شب نیم ساعت قرائت بخون، یه شب نیم ساعت معنی لغت بخون، یه شب نیم ساعت آرایه ادبی بخون. هر چیزی که ضعف داریم فرق نمیکنه. 8 که تو برنامه میذاریم، ولی پایه قبل و دیگه
الان تایم ندارم که بخوام برای تو برنامه بذارم، یعنی تایمی نمونده که بخوایم هر سه تا رو با هم ببریم جلو. خب خب دیگه الان دارید دونه دونه میگید که کدوم درس رو ضعیفی. آفرین زهرا، زهرا به من فکر کنم یه بار گفتی، گفت من درس رو ضعیفم، خواهم بسی چیکار کنم؟ گفتم شب نیم ساعت براش تایم بذار، نتیجه میگیرید ولی به شرطی که گوش بدید به حرف. این 19 روز رو روز شمار بزنید تو دیوار اتاق، در اتاق، نمیدونم روی یخچال خونت، هر جا. این 19 روز تموم میشه ها دیگه، ده اسفند رسیدیم، تموم شده بچه ها، ده اسفند چله نشینی شروع میشه ها. 19 روز رو بزن یه جای جلو چشتون باشه، روز به روزم کمش بکنین که حواستون به فاکتور زمان باشه. اگر شاگرد خودم نیستی تو این استوریام بهم پیام بدین سوال دارین. خب دیگه خدا شو کمتون اشکالاتتون هم میدونین. اینم از این، بریم جلو بچه ها چون خیلی کار مهمی دارم. به نظرم قبل اینکه بخوام اینو بگم، راجب بحثی که جدیدن به وجود اومده و با خانواده ارتباط گرفتم میخوام صحبت کنم. حالا من خیلی تاکید داشتم همه بچه ها باشین، اما علیه اعلام حضور کنین، هر کی اسمشو بفرسته ببینم کیا هستن. بچه اسماتون رو بفرستین، منم بگید بسته، حالا اسماتون رو میبینم. یه من بگید. نه برای شروع از صفر هست. امیر مهدی چرا نیست؟ اسم خیلی ها رو نمیبینم با اینکه این همه تاکید کردم امروز آنلاین ببینید. دیگه همینا هستین؟ روژان هم اومده، به به روژان. روژان میخوام بهت زنگ بزنم راجب ترک عادتت، بیا با تلفن خودم به زنگ بزنم بیا صحبت کن، چون الان راجب همین قضیه میخوام صحبت کنم. من چند روز پیش به همتون گفتم گوشیاتون رو تحویل بدیم به اولیا، خب؟ اما خب خیلی تحویل ندادین و این داستانه حالا به بهانه‌های مختلف. دیشب توی کانال اولیاتون بهشون گفتم که تا فردا شب وقت دارین تحویل بدین گوشیاتون رو. اونه که نرم افزار شاد دارین و حالا باید مدرسه رو داشته باشین و این حرف رو، اوکی. ولی واتساپ، اینستاگرام حذف باید بشه و اون زمانایی هم که میخوای از گوشی بری تو اپلیکیشن شاد و حالا استفاده کنی، فقط حق داری بری گوشی رو بگیری، مدرسه تموم شد باز میری پس میدی. اگر احیانا بپرسم از خانواده ای ببینم دانش آموز این کارو انجام نداره، ما شوخی با کسی نداریم بچا، اخراج میکنه به راحتی، چون از اینجا به بعد کار داره فشرده میشه، ما هم قراره از کارمون نتیجه بگیریم. دوست نه درس بخونی، آقا همه که راهشون درس خوندن نیست، یه دم بعد برن صبح تا شب بشینن تو اینستاگرام آنلاین باشن، چت کنن تو واتساپ اینور اونور، آمار همه دوستاشون هم داشته باشه. میخوام نمیخوام درس بخونم، به خانوادهتون هم بگین الکی هزینه نکنه. جدی میگم اینو، فقط احیانا بپرسم یک نفر بگه یه الان خیلی داشتیم اولیا شب پیام دادم به ما تحویل نمیدن، فقط میخوام یه اولیا فردا شب به من بگه تحویل نداده دانش آموز، هم منتظرم دیگه. جریمه که میشین هیچ، بعدش هم بهتون باز دوباره یه تایمش یه روزه بدم، بعدش هم اخراج به همین راحتی. ما دانش آموزی نمیگیریم که بخواد دنبال فضای مجازی باشه، اونم توی این تایم، اونم کسایی که حتی گزارشگاهشون هم تحویل نمیدن. و من سر این قضیه به شدت عصبانی ام و خیلی جدی، میرم اینستاگرام آنلاین میشم، نه خدایا همشون آنلاینن، از من بیشتر شما آنلاینی توی اینستاگرام، توی واتساپ. شب بخیر اونایی که وی آی پی ان شب بخیر میگن، یه وقتی میام چیکار میدم بعد شب بخیر هنوز آنلاین دانش آموز. چرا؟ مگه قرار نیست وقتی شب بخیر رو بگیم که داریم میریم بخوابیم؟ نمیخواین بچه‌ها، نمیخواین دیگه. بله کسی که پیشرفت کرده هم میگم، گوشی ها کنار، یک بار گفتم دیگه هم تکرارش نمیکنه. من از این به خودتون اصلا پیام نمیدم، شماره همه اولیا رو دارم، با اولیاتون در ارتباطم، برنامه رو میفرستم برای اونا، شما هم اونجا گزارش کار تحویل میدید. دیگه تکرار مکررات نمیکنم. آره بذار یه زنگ به روژان بزنم. روژان هستی الان تو کلاس؟ بازی هم کنار، الان دیگه وقت این کارا نیست دادی دیگه، تایم تایمی نیست که من بگم بازی کنید. و روژان هستی؟ اگه بگو تو چت من بهت زنگ بزنم.
بودی هستی. خب بذار یه تماس بگیرم. روژان خب روژان گوشی مامان رو گرفتم. گروه اولیا رو کسایی دارن که مشاوره من رو ثبت نام کردن دیگه، همه رو که عضو گروه اولیا نمی کنم. یاسین اون تایما برای مشارکت تو مدرسه است. من رو نمیگم، من وقتایی رو دارم میگم که واتساپ هم هست کن صدا. الو سلام. سلام روژان، صدات هم داره پخش میشه. خوبی؟ چه خبر؟ ممنونم، سلامتی. تازه از خواب بیدار شده بودم، آزمون قلم تازه از خواب الان بیدار شدی؟ آره؟ یه لحظه صدا چیز بشه، پخش میشه، صدا یه چیز رو قطع کنم. بله. خسته نباشی، الان وقت از خواب بیدار شدنه؟ نه نیستم، تنها خوابیدم، خسته بودم. آها آها، دیشب نخوابیده بودم آخه، بهتونم بله، گفتم. بله. خب روژان، راجع به ترک عادتت به بچه ها میگی. الان تو حدودا 3 روز گوشی رو دادی به مامان، درسته 3 روز شد؟ روژان الو، صدا قطع شد. الان صدامو داری؟ آره آره. میگم راجع به ترک گوشیت به بچه ها میگی، الان حدودا 3 روزه تو گوشی رو گذاشتی کنار، درسته؟ آره درسته. میگی بهشون؟ خانم عباسی، من چیزی که واقعا باعث شد دیگه گوشی رو بذارم کنار به خودم بیام، یه شوکی بهم وارد شد، خودتونم میدونید. ضربهشو خوردی؟ آره ضربه بهم خورد که اصلا فهمیدم که چه بلای سرم اومده. من خیلی یادم میاد که براتون میفرستادم تایم گوشی گرفتنم و از 5 ساعت بود، قبلش بیشتر بود، مثلا دیگه دوامم کردید حتی 5 ساعت بود، رسید 4 ساعت رسید به 2 ساعت، دیگه رسیده بود به 2 ساعت. این وابستگی هی کمتر و کمتر میشد دیگه. بعدش گوشی رو دادم به مامانم. آفر. انا 3 روز رو جان گوشی نداشتی، زنده ای دیگه. آره. زنده ای. آره. خب روژان خودت حس میکنی 3 روز تمرکز درسیت بیشتر شده یا نه؟ آره من مثلا اون موقع من دوستای خیلی زیادی داشتم، بعد مثلا دوستان پیام میدادن اینجوری حواسم پرت میشد. الان دیگه زیاد باهاشون در ارتباط نیستم، قشنگ میتونم احساس کنم بیشتر تمرکز دارم. آفرین، مرسی. من مطمئنم روژان پیشرفته این ماهش. روژان مرسی که وقت گذاشتی اومدی، من قطع میکنم بیا تو کلاس. خدافظ روژان. من مطمئنم پیشرفت این ماهش چندین برابر ماهای گذشتهش. بچه زنده هم هست و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. به شدت هم خودش گفت 5 ساعت هم داشته که گوشی دستش بود. حالا کمش کرده و الان تحویل داده 3 روزه و با گوشی مامانش هم. بعد دانش آموز وی آی پی هم هست، یعنی هر شب برنامه میگیره در ارتباطی. تمرکزش قطعا رفته بالاتر، کمتر تایمش. من نمیگم نباشید تو فضای مجازی، اوکی با گوشی خانواده بیاین گاهی، ولی 4 ماه مونده، 3 ماه خورده مونده دیگه تمومه. بعدش هرچی دوست داشتین گوشی بگیرین دستتون و سرگرمش باشین. الان نه، الان وقتش نیست. گفتم کسایی که دارین میگین که اولا که تا جای ممکن کلاسه رو انتقال بدین رو خط خانواده، با خط خانواده شرکت کنین دیگه. اگر نمیشه هیچ راهی وجود نداره، این اینستاگرام که هیچ بهانه‌ای ندارید، کامل هست. اگر نمیشه و شادتون بعد توی گوشیتون باشه، فقط زمانهای کلاس از اولیا تحویل میگیریم و بعد میرید پس میدید. من اینا رو چک میکنم. اینم از این. چجوری دانش آموزم بشی؟ کلاس دینو. تماس بگیریم با شماره؟ میخواییم با خودم هم اگر صحبت کنیم پیج اینستا. همین آیدی کانال تلگراممونم هست. این هم از این. بریم جلو. خب رسیدیم بچه ها به مرحله 4 دیگه، مرحله آخر که اسم دیگهش میشه پیش آزمون. یه لحظه اینو بسن. خب
مرحله چهارم که هوملس خارشه که میشه اسمش پیشاز. حتی مهمترین مرحله و آخرین مرحله. اسمش روشه دیگه، پیشازمون. یعنی ما قبل از آزمون‌های اصلیمون پیشازمون بریم. حتی بچه‌ها این مرحله قبل آزمون‌های آزمایشی هم هست که شما شرکت می‌کنید. حالا هر کسی یه جوری آزمون میده. اوکی. اولیش بچه‌ها تست دادن ترکیبی تمام دروسه. مرحله قبلی چی بود؟ گفتیم تمام مباحث یک درس. اما اینجا میشه ترکیبی تمام دروس، یعنی ادبیات باشه، عربی باشه، هوش باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، شیمی باشه، همه درساتون. اوکی، 10 تا تست از هر درس. و اینکه صبح‌های روزهای تعطیل بعد این کارا رو بکنید. پنجشنبه یا جمعه. حالا وقتی که آزمون آزمایشی ندارین تو پنجشنبه و جمعه شما میشینید و این مرحله رو اجرا می‌کنید. فرض می‌کنین روز آزمون آزمایشیه یا حالا روز آزمون اصلیتونه، پشت میز مطالعه می‌شینین، اون تستایی که درآوردین 10 تا 10 تا از هر درس رو می‌چینین برای خودتون مثل دفترچه آزمون. صبح می‌شینین شروع می‌کنین ساعت 8 صبح، قشنگ مثل محیط آزمون شبیه سازی می‌کنین برای خودتون و می‌رین جلو. اوکی، یعنی شبیه ساز محیط آزمونتونه و افزایش نتیجه تا 80 درصد رو دارین. مرحله قبلی شد تا 60 درصد، مرحله قبلش بود 40 درصد. ببینید هر چی بچه‌ها مراحل انجام بدین شما درصدتون میره بالاتر و این مرحله اگر اجرا نشه شما روز آزمون بیشتر از 60 درصد نمیتونین بزنین. اینو از الان دارم بهتون قول میدم و اینکه تو کارگاه کلاسینمون هم داریم میگیم دیگه. اوکی، 21 بهمن حواستون باشه، این مرحله خیلی مهمه. خب اینم از این، مرسی. بریم جلو. سوال تا اینجا داشتین؟ نه دیگه. یا پنجشنبه باشه یا جمعه. با این استای خانواده. خب بریم جلو. بچه‌ها پس این روش جنبندی رو ما از ده اسفند داریم. خیلی مهمه برای خودتون، حتما دورش کنید. یادتون نره مرحله به مرحله شو یه دور با هم مرور بریم. مرحله اول چی بود؟ تست میزنیم تمرینی بدون زمان و حالا از یه مبحث. مرحله دوم چی بود؟ تست آموزشی بود، یعنی ما میدونستیم که اون تست چقدر زمانمون رو گرفته، نه که زمان بگیریم بزنیم. ما میدونستیم که آقا من تا تست دادم 4 ساعت طول کشیده. مرحله بعدی چی بود؟ گفتیم دیگه حالا میایم زمان میگیریم و تست های ترکیبی میزنیم از یک درس، مثلا ادبیات قرائت میزنیم، آرایه میزنیم، معنی لغت میزنیم و غیره. و مرحله آخر از همه درس ها صبح های روز تعطیل تست میزنیم با زمان اصلی استاندارد آزمونمون. این از الان دیگه 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 عزیز دلم، این پاورپوینت بعد کلاس براتون رو پنلتون قرار میگیره، احتیاج نداره اسکرین شات بگیرید و من رو کانال تلگرام خودم هم میذارم. امیر رضا تو که دیشب گذاشت کارتو با واتساپ خودت به من تحویل دادی، چجوری دو روز گوش رو تحویل دادی به مامان؟ خب بچه ها راجع به غلبه بر ترسامون هم یکم صحبت کنیم، بعد میخوام واسشین رو خط، هر کی هر سوالی داره بپرس. یکی از بچه‌ها اون روز داشت به من گفتش که خیلی درسش خوبه، خیلی خیلی، اسمش هم شاید دوست نداشته باشه، خیلی درسش خوبه، بعد منتها یکم ریاضی ضعیف. من خیلی هم ضعیف نیست اما خب نسبت به درس‌های دیگه‌اش که 80 90 میزنه ریاضیش ضعیفه. بعد داشت به من گفتش که خانم عباسی من دیگه اینقدر از ریاضی ناامید شدم و ازش میترسم که دیگه سمتش نمیرم. همینجوری داره ساعت مطالعه با هم دیگه چک میکردیم، مثلا حساب کردیم تو یه هفته ریاضی کلا یک ساعت خونده بود. خب این خیلی کمه دیگه، درس تخصصی و ما تو یه هفته دیگه نباید زیر 6 ساعت برش زمان گذاشته باشیم. بعد داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم که واقعا درسا برام مثل آهنربای. آقا یه بار اینو یه بار دیگه فکر کنم تو یه کار دیگه گفتم، وقتی که میگی من با ریاضی بدم، من با فلان درس بدم، دوستش ندارم، هی اینو میگی، هی به خودت تلقین میکنی، خود وکیلی بهت نگاه کنید دیگه. شما برید نگاه کنید درسی که دوست دارین، ساعت مطالعهتون خیلی خوبه، تو طول هفته اون درسو میخونید، اما درسی که دوست ندارین نه، ساعت مطالعهش خیلی کم. بهش گفتم بیا یه هفته تمرکزتو بذار رو این که روزی حداقل یه ساعت ریاضی بخونی.
ببین اگر که اوکی نشد، اگر که تو ریاضی پیشرفت نکردی، خیلی هم سختش بود، خیلی سختش بود. فکر مثلا تو یه هفته یه ساعت ریاضی خونده بود، حالا میخواست هر روز یه ساعت بخونه. یه ساعت خوند و آزمون بعدی قلمچی که شرکت کرد، نمیتونم مثلا بگم که چقدر تغییر کرد. حالا اسم نمیگم ولی یه اشاره میکنم، شاید خوش تو کلاس باشه متوجه بشه. فکر اسمش رو دیدم، از دانش آموز پسرم هم بود. خیلی پیشرفت کرد و خودش فهمید اینو. میخوام بهتون بگم غلبه به ترسامون. هر چیزی که هست بشه، اصلا من کاری ندارم درسی غیر درسی، واقعا باهاشون روبرو بشید. چون یه وقتایی ما از یه چیزی میترسیم، ازش فرار میکنیم. مثلا حالا درسشو مثال بزنم، ما ریاضی رو دوست نداریم، درسشو نمیخونیم، هی از این هفته انتقالش میدیم اون هفته، هی هر هفته به من میگید که خانم عباسی این هفته ریاضی مون، میشه هفته بعد جبرانی بذاری؟ دوباره هفته بعد خانم عباسی این هفته دوباره ریاضی مون، میشه هفته بعد جبرانی بذاری؟ خب هی ازش فرار میکنیم. من میگم باهاش روبرو شو، یه بار بگو که آقا من تا الان نخوندم ریاضی، مثلا صفره، همینی که هست الان باید اینو درستش کنم، 3 ماه 4 ماه وقت دارم. اوکی، براش تایم بیشتر میذاریم، روزی 1 ساعت وقت میذاریم. لطفا این همکاریتون، این که بیاین با من صحبت کنید و بچه ها بیشترش کنید، که میرید یهویی بعد 2 هفته پا میشین میای میگه خواهم بسه انقدر آفلاین، انقدر اینجوری، انقدر اونجوری، واقعا اصلا خوب نیست. هر درسی که ازش میترسی، هر درسی که حس میکنی ضعیف، به من بگید، به خودتونم بگید اصلا. خب و اینکه فرار نکنین ازش، درباره ترساتون با یکی صحبت کنی. میگم حالا فقط هم درس رو نمیگم، آقا تو استرس داری آزمون بدی قبول نشی. خب خیلیاتون فکر میکنید خانوادم انقدر هزینه کردم، خودم انقدر تایم گذاشتم، مهمونی نرفتم، با دوستان بیرون نرفتم، تفریحمو نکردم، لاب 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 لاب، اگه قبول نشم چی میشه؟ این هم یه نوع ترس دیگه. با یکی راجبی صحبت کنید، تو مشاورتون باشه، میتونه دوستتون باشه، یه بزرگتر از خودتون، یکی که بتونه بهتون کمک کنه. وقتی که راجع به ترس صحبت نمی کنین، ازش فرار می کنین. اوکی، یعنی میخوام راجع بهش صحبت کنین، حتی بنویسیدش. اینو نوشتن و چند بار من الان بچه‌ها خودتون میدونین تو استوریام هست، هر ماه یه دفتر قشنگ حدودا 100 صفحه‌ای دیدین دیگه، تموم میکنم یه دفتر جدید شروع میکنم. هر چیز کوچیکی که تو روزمره قرار انجام بدم، یا مثلا میگذره یه هفته میام جنبندی میکنم، میگم خب نازنین حالا این هفته که گذشت تو عمل کرده توی فلان چیز ضعیف بوده، حالا به هفته بعد جبرانش کن. تا وقتی ننویسید، تا وقتی که با کسی صحبت نکنید، کسی بهتون راه حل نده. من خودم هم که خب هنوز الان مشاور شما هم با مشورت میکنم، واقعا مشورت میکنم، میگم که برای فلان کار بچه هام، برای برنامه چله نشینیشون بیاید با هم همفکری کنیم، به نظرتون کجاشو چیکار کنیم بهتر شه. 100 بار دادم به گرافیست، دوباره از گرافیست گرفتم، دوباره اصلاح کردم، دوباره دادم، هنوزم تموم نشد. خوام بهتون بگم که مراقب ترساتون باشین دیگه، یه کاری نکنین که یه دفعه بشه فروردین، آخر فروردین بیان بگین خانم عباسی فیزیک 0. همین الان هرچی از صادقانه بیان به من بگین. میگم امشب تا شب وقت دارین، تو واتساپ به من همه، حتی اگه تا الان به من دروغ گزارشکار تحویل میدادین که یه در خودم فهمیدم متاسفانه، همه یه حقیقت رو بیان بگین صادقانه، با هم دیگه درستش میکنیم. اوکی، و اینکه میگم بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه، بیان به این فکر کنین که نهایتش چیه این ترسی که شما دارین. مثلا میگین که من اگه آزمونم رو بد بدم یا قبول نشم، حالا جواب اینو چی بدم، جواب اونو چی، نهایتش اینه که قبول نمیشین دیگه، نهایتش اینه که یه آدمی تو کنکور موفق نمیشه دیگه، نهایتش اینه که به رشته مورد علاقش و دانشگاه مورد علاقش نمیرسه. درسته؟ چقدر از این آدم وجود داره. ولی من میگم تلاشه رو بکنین، اگر که بچه ها به نتیجه نرسیدین، اون موقع از خودتون ناراحت نیستین، ولی اگر که تلاش نکنین به نتیجه هم نرسین، اون موقع است که عذاب وجدان رو دارین. اوکی، من میگم بالاترین اتفاق دیگه، بدترین اتفاق اینه که ما قبول نشیم. اوکی، ما قبول نشیم، معدلمون خوب نشه و غیره. اتفاقی نمیفته، توی مدرسه دیگه درس میخونی و میری جلو. وقتی که اینجوری بهش فکر میکنی، به آرامشه میرسی و تلاشتو بیشتر میکنی، که میایین همش میگی استرس دارم چیکار کنم،
بشین فکر کنین چیکار کنین که درس رو بهبود ببخشین. بشین به این فکر کنین چیکار کنم که تایم اتلاف وقت روزانم کمتر بشه. مثلا اون روزی که بچه داشت به من میگفتش که تایم استراحتم الان گوشیمو دارم میذارم کنار چیکار کنم؟ خب آخه مگه بعد شما تایم استراحت برین تو فضای مجازی کارهای دیگه بکنین؟ بچه برین یه رو پیاده روی و خدا از همه تفریحات دنیا سالم تره و بهتر، حالتون هم خوب میشه. یه تحرکی هم داشتین، برگشتین سر درس پر انرژی. اوکی، یعنی یکم این فضای مجازی رو بذارین کنار، بذارین به آرامش ذهنی برسین. راجع به درس هم من کنارتونم، هر کمکی بود، هر اشکالی بود، اصلا سطحتون برای من مهم نیست، دونه دونتون برای من اهمیت دارین. چه کسی که فوق العاده است، مثلا دانش آموز تیزهوشانی من، سمپادی من، خفن درس خونده، چه اونی که معدا خیلی هم دارم، چرا من هم دانش آموز خیلی خفن دارم، هم دانش آموز دادم که حتی معدلش به 15 هم نرسیده دیگه، همه همینن دیگه، قرار نیست همه یه لول باشن که، ولی همونم میتونه پیشرفت کنه به شرطی که خودش بخواد، میتونه برسه به حتی اون سمپادیه، میتونه برسه به کسی که الان خیلی خفن خونده تا الان. اینم از این. و آیسا داره فکر میکنم کم کم وضعیت اون دوتا درست خوب میشه به نظرم. راجع به تایم بیرون و این داستان ها، هر دانش آموزی بچه فرق داره دیگه. اونا که بچه خودمیم ازم بپرسیم. بله، راجع به TNT الان صحبت میکنه، بریم جلو. و اینکه خیلی از ترس هایی هم که ما داریم واقعا اصلا وجود ندارن و حقیقت ندارن. مثلا دیدین یه وقتای آدم ها از خونه که میرن بیرون به فکر کنن که اگه خونم آتیش بگیره چی میشه، وای گازو روشن نذاشته باشم، وای دیدین یه سری ترسایی که اصلا اتفاق نمیفته، یک در هزاره. اما آدمهایی که خیلی تمرکز پایینی دارن ترساشون هم زیاد. حالا یه سری بچه ها پادکست دارم براتون درست میکنم، یه مدت درگیرشم اونتا چون در جریان این که یه هفته ای درگیر بیماری بودم عقب افتاد کارش، اصلا زودتر براتون شروع کنم. اما ایشالله همراه دوره چله نشینی پادکست هم بهتون میدم و کلی انرژی میگیریم. امیر محمد خدا رو شکر که تغییر کردی و کامپیوتر رو گذاشتی کنار. آفرین مهلا، آفرین. خیلی خوب. اگه بچه ها راجع به مباحث امروزمون کسی سوالی داره، MD تماس رو بزنه بیاد بالا، تماس صوتی. مهدی بنویس. سلام خانم عباسی. سلام عزیزم، اگه اشتباه نکنم فرناز. مرسی، من خوبم. فرناز توی درسته؟ بله. بله، چه خبر فرناز؟ درس ها خوبه؟ سلامتی، ممنون، مرسی. خب جانم، سوال داری راجع به امروز؟ بله خانم عباسی، اون امروز قارچ رو چی گفتیم؟ خب من اونو یه چیزی در نظر گرفتم، مثل یه چیزیه، مثل یه مثلا یه بچه یه که مثلا اول از جنینیه، بعد میره داخل کودکی، دقیقا، بعد نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، کهنسالی، درسته. من هم تصمیم گرفتم امروز، البته از امروز، که منم مثل اون بچه باشم. آره دیگه، کم کم املت قارچه رو شروع میکنیم، با هم میبریم جلو فرناز. ایشالله تا رسیدنه برنامه چله نشینیمون دیگه اجراش کنید، ولی کم کم باید شروع کنید که اصلا بهش عادت کنید که هر باکس مطالعاتی که براتون گذاشته میشه رو توی 4 مرحله ببرینش جلو. بعد یه سوال دیگه هم این بود خانم عباسی، من فقط فرناز سریع بپرس بقیه هم بتونم. من یه برنامه نوشتم بعد براتون میگم اینا رو دیگه بعدا با خودم هماهنگ کنم، الان تو کارگاه جاش نیست. اوکی، قطع کنم بذار ببینیم کسایی که سوال دارن. چشم.
امیر بگید که از کل درس ها بترسیم چی؟ اگر به خاطر عقب افتادگیاته که درست میشه، فقط کافیه که یکم با من همکاری داشته باشین. سلام. سلام، خسته نباشید. مرسی. اسم شما چیه؟ من امروز بار اولی که میام. فاطمه بیگی هستم. فاطمه، خب فاطمه جان چه خبر؟ درس خوبه؟ پای چندمی؟ من هفتم هستم. هفتمی، خب چطوره درس خوب پیش رفت؟ نیم سال اول خوب تموم شد؟ نیم سال اول آره متوسط. چرا متوسط؟ چون که امتحانام همشون خوب نبود. چه درسایی خوب نبودی؟ درسایی فقط زبان خوب نبودم، بقیهشون بالای 18 بود. خب برای نقاط ضعفت فکری کردی که دیگه تو نیم سال دوم جبران شه؟ بله بله، با خودم گفتم که باید بیشتر نقاط مثلا واسه املای زبان بیشتر باید تمرین کنم. بعد یه سوال داشتم که جان، من اینستا ندارم، چطوری باید بیام پیش شما بشم دانش آموزتون؟ میتونی با کلاسینا تماس بگیری، اما اگه دوست داری قبلش با خودم صحبت کنی میخوایی شمارمو بذارم، نمیدونم. زنگ بزن به پشتیبان کلاسینوت. میدونی کیه پشتیبان کلاسینوت؟ آره. نه خب به پشتیبان کلاسینوت بگو با خانم عباسی صحبت کردم، شماره من رو بهتون میدن، با هم دیگه صحبت بکنیم. خوبه اینجوری؟ مرسی، خواهش میکنم. همین بود سوال؟ بله. خیلی خب، باش عزیزم، بهم پیام بده. مراقب خودت باش، موفق باش. خدا نگهدار. آیستا باشه، اوکیه. کسایی که تحویل میدین بعد از استفاده مشکل نداره. بله هستی جان، بله از تمامش. چند ساعت مطالعه؟ اگر که بخوایم مفید بگیم، یعنی ساعت مطالعه که واقعا مفیده و شما دیگه 100% تمرکزتون رو دارین، روزهایی که مدرسه دارین 4 ساعت و نیم تا 5 ساعت حداقل، روزهایی که مثل امروز و فردا بدون کلاس هستین بالای 7 ساعت و نیم، دیگه کف 7 ساعت و نیمه. بله میخوام الان گوشیمو گرفتم دستم که نفراتی که پیشرفت کردن رو بگم. حرفام حدودا تموم شد. راجب TNT هم یه توضیح خیلی مختصری میدم، دانش آموزای خودم به خودم باز پیام بدیم بچه من، بهتون میگم دقیقا چیکار، اما یه توضیح مختصر بدم. بچه طرح TNT یا نکته و تست بعد از عید کلاسینو که از 20 فروردین شروع میشه، یعنی دقیقا پایان دوره چهل نشینی و شروع TNTه. از 20 فروردین شروع میشه دوره هایی که اساتیدتون برای شما یه تدریس مختصری از درس ها دارن. ببینید تدریسه مثل کلاس، از کلاس جامعه از ابتدا به بسم الله نیست، اما تدریس هست. اونجا نیست که بدون تدریس میان تست بزنن و تست میزنن و تحلیل میکنن براتون. خب خیلی میتونه به جنبندیتون کمک بکنه، اما اینکه هر کسی چه درسی رو ثبت نام بکنه و اینکه حالا اصلا، یا اصلا خیلیاتون مثلا بعضی درس رو نیاز نداری ثبت نام بکنید، بهتر خودتون اون تایمی که قرار TNT ثبت کنین بشین جنبندی کنین درسو. بچه های خودم با خودم مشورت کنین حتما در موردش، بعد برید ثبت نام بکنین. اوکی، باز اگه سوالی بود از خودم بپرسین. علیرضا در مورد این موردی که تو گفتی تو پیج خودم لایو میریم. اوکی بله، میتونی از سایت های مختلف بزنی، هیچ مشکل نداره. من ببین اسم چند نفر میخوام بخونم. بچه دیگه گوشی رو نگم ها، الان مثلا فردا قرار، امروز کسایی که آفلاین داریم با گوشی ماماناتون من پیام بدین و فردا هم گزارشگاه از طریق گوشی اولیا. دیگه میخواید گوشی داشته باشید مسئولیتش با من نیست، من دیگه حرفمو زدم. کسایی که پیشرفت کردن از گروه 1، روژان همین که اومد رو خط، روژان خیلی خیلی همین که گوشیشو گذاشته کنار برای من یه دنیا ارزشمنده. معین قنبری،
آیسا صابر جز به بچه های فوق العاده منظم و نظمی که توی آیسا میبینم تو هیچ کدوم از بچه ها تا حالا اصلا ندیدم. فوق العاده دانش آموز مؤدب منظم و من مطمئنم حتما اتفاقای خوبی براش خواهد افتاد. دیگه کسایی که پیشرفت کردن، محمد قهرمانی، همتا مقدم، تعرضش فوق العاده رفت. همتا تو کلاس هستی؟ اگه هستی یه منی بنویس، فکر کنم نیستی چون اسم تو اصلا ندیدم. اصلا تعرضش خیلی پیشرفت کرد، واقعا تغییر کرد. دیگه اسم اینا که میبرم واقعا بچه هایی که اصلا فارغ از فضای مجازی هن، قشنگ مشخصه که پیشرفت میکنه. دیگه تو گروه بعدی محمد عرفان جز بچه هایی که فکر میکنم، بخاطر اینکه واقعا میخوام کسایی بگم که پیشرفت کردن، محمد عرفان واقعا جز کسایی که پیشرفت کرده این چند وقت. فاطمه افتاده با اینکه جدید به ما پیوسته ولی فوق العاده پیشرفت کرده. دیگه خیلی ها پیشرفت داشتین ها، اما اینا خیلی دیگه برای من ارزشمند بوده. و اسرا، اسرا هم جزو بچه‌ای بود که واقعا تغییر کرد. صدف چرا؟ هر کسی به نوبه خودش مقدار پیشرفت کرد، اما اینا بچه‌ای بودن که پیشرفتاشون برای من توی آزمون‌ها و درصداشون به وضوح بوده و نظم خوب. من نظم برام خیلی مهمه، اینکه وقتی که جمعه میشه بعد شما گزارشگاه تحویل بدین، یه عده خودشون ساعت 9 میشه شروع میکنن به تحویل دادن، با اینکه من بعد 100 بار بگم گزارش 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 تو شما بفرستین، خودش به من فیدبک خوبی نمیده. بچه در نهایت دیگه زیاد وقت نداریم، کلاس رو میخوام تموم کنم. سایت گاما برای تست دادن خیلی خوبه، گفتم هستی شاگردای خودم، به خودم راجع به TNT پیام بدیم صحبت میکنیم با هم دیگه. نکات آخر بگم، یک، قدر زمانتون رو بدونید. تو بازه زمانی هستیم که میتونین اگر صفر هم هستین واقعا بچه ها قبول شین، واقعا میشه شاید که بخواین. دو، فضای مجازی رو این همه من یه هفته است دارم میگم جدی بگیرین و بزنش کنار. سه، کمتر خودتون رو با بقیه مقایسه کنین. یه سری از بچه ها که مخصوصا ثبت نامی جدیدن میان میگن که گزارشگار فلانی مثلا استوری شد، ما که خیلی از اون کمتر هنوز میخونیم یا کمتر تست میزنیم، بعد خب مثلا ما میتونیم به اون برسیم. اونم که از روز اول انقدر تست نمیزده و درس بخونه که، اونم کم کم پیشرفت کرده، 6 ماه داره به من کار میکنه. از یک ساعت همین روژان عزیزم که اومد روی خط، روژان کلن با 1 ساعت درس خوندن شروع کرد، کم کم اینو پیشرفت داد، الان خیلی دانش آموز خوبی شده و پوشیش هم که گذاشت کنار. خب هر کسی کم کم پیشرفت میکنه، خودتون کمتر مقایسه کنید، اینقدر نمی بپرسی خواهم بسید من بهترم فلان، چند تاتون هم مدرسه اینجور. حواستون به این باشه که وقتتون علکی به بتالت نگذرونید، این تایمی که توش هستیم خیلی مهمه. من هر کمکی از دستم بر بیاد بهتون میکنم، به شرطی که شما با هم صادق باشین، ناراحت هم نکنیم با گزارش دروغ تحویل دادن، بعد اولیاتون بهم بگن گزارش خام عباسی دروغ بود. این بدترین اتفاقیه که میتونه برای مشاور واقعا بیفته، اینو جدی میگم. تایم تماس خواستیم بهم پیام بدیم، با هم دیگه در ارتباطیم، مراقب خودتون باشین. امیدوارم که تا شبم فوق العاده درس بخونیم. بچه من دیگه کاری ندارین، کلاس کم کم تموم کنیم بهم بهتر کنین تا شب. کانال تلگرامم رو بهم پیام بدین براتون میفرستم. خسته نباشین، مرسی از اونایی که حضور داشتین تو کلاس و اینکه خیلی دوستتون دارم. مثل همیشه به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات بودن. مراقب خودتون باشین. خدافظ تا کارگاه بعدی.